روی خط سانسور هستید. یکی از احادیث بسیار مهم نزد مسلمانان که از هزاران نفر سینه به سینه نقل شده و خط به خط به کتب معتبر منتقل شده، حدیث قدیر است: من کنت مولا و هازا علی و مولا. اما جالبه بدونین این حدیث با وجود اهمیت فراوان و نقل بسیار، از سانسور سازماندهی شده توسط مخالفان تشیع در امان نمونده. به این مطلب توجه کنید. ابن حمزه دمشقی که از محدثان و زبانشناسان اهل تسننه، برای تحقیق و پژوهش به کشورهای زیادی سفر کرده. کتاب مشهور او البیان و تعریف فی اسباب ورود الحدیث شریفه که حدود 400 سال پیش اون رو نگاشته است. ابن حمزه در جلد دوم این کتاب صفحه 230 به نقل از کتاب صحیح مسلم که از معتبرترین کتب اهل تسننه می نویسه: حدیث هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست را احمد ابن حنبل در مسندش و مسلم در صحیح از براء ابن عازب نقل کردند. که این گفته در حالی است که حدیث امروز در هیچ جای کتاب صحیح مسلم یافت نمی شود. خوب است بدانید صحیح مسلم از صحاح سته یا کتابهای صحیح ششگانه اهل سنت است که پس از قرآن کریم مهمترین منابع در دسترس ایشان است. کتاب تاریخ تبریه. این کتاب به قلم محمد ابن جریر تبری، پژوهشگر و تاریخ نگار مسلمان ایرانی است که در اواخر سده سوم پس از هجرت به رشته تحریر در اومده. تبری در صفحه 426 از جلد چهارم کتاب خود به شعر فضل ابن عباس، یکی از صحابه برجسته پیامبر اسلام، اشاره کرده که در بیت سوممون از امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان بهترین مردم پس از پیامبر نام برده. همین موضوع برتری امیرالمومنین نزد صحابه پیامبر رو نشون میده. بعدها ابن عسیر در مشهورترین کتاب خود با عنوان الکامل فی التاریخ، که برگرفته از کتاب تاریخ تبری است، در جلد سوم صفحه 78 شعر فضل رو به دلخواه خود و به نفع جریان سقیفه تحریف کرده و به این شکل درآورده: امیرالمومنین بهترین مردم پس از خلفای سگانه است. دکتر محمد حسین هیکل، متولد 1888، ادیب و نویسنده مصری اهل تسنن. یکی از مهمترین آثار اون کتاب حیات محمد که در واقع از معتبرترین کتب اهل تسنن در شرح زندگی پیامبر اسلامه. در چاپ اول این کتاب صفحه 104 به بیان حدیث انذار پرداخته که پیامبر در اون از خیشاوندانشون خواستن دعوتشون رو بپذیره. از قول رسول الله کلمات وصی و خلیفه رو در وصف کسی که اسلام رو بپذیره آورده. البته لازم به ذکر در تمام نقل های این حدیث اومده تنها کسی که این دعوت رو پذیرفتن حضرت علی علیه السلام بودن، اما محمد حسین هیکل این حدیث رو که دلالت بر جانشینی امیرالمومنین علیه السلام داره در چاپ های بعدی این کتاب حذف کرده. حالا سوال اینجاست که چرا دکتر هیکل دست به سانسور واقعیت زد؟ محمد جواد مغنیه در کتاب فلسفه و توحید و الولایه صفحه 179 و 132 این چنین آورده: هیکل برای حذف حدیث مبلغ 500 جنیه دریافت کرد. همچنین سید هاشم معروف در کتاب سیرت المصطفی نوشت: هیکل این کار را در قبال فروش 1000 نسخه از کتابش انجام داد. پس از 1400 سال شیعه همچنان در سانسور.